از اسبابی که حضرت زینب سلام الله علیها برای رسیدن به هدف و در واقع در موضع هایش انتخاب می کند یکی از آنها ایراد خطبه های عالمانه و روشنگرانه آن بیبی بی در مسیر را در کوفه در شام بوده سخنان زیادی در مسیر راه زینبی را ایراد کرده که دو تا از خطبه های آن حضرت در دو تا م... آ... مکان حساس یا موقعیت حساس بیشتر در تاریخ روی زوم شده یکی وقتی آن حضرت را وارد کوفه می کند در شهری که در واقع 21 سال قبل یعنی سال 40 هجری قبلش مثلا اینجا حضرت زینب سلام الله علیه ها به عنوان دختر امیر المؤمنین به عنوان فرزند حاکم جهان اسلام به عنوان معلمه قرآن به عنوان مفسر قرآن در جامعه بوده و الان شده این منبری که امیر مومن سلام الله علیه اینجا خطبه ها میخواندن مردم را ارشاد میکردن به تعبیر دیگر معارف دین از اینجا میجوشید از وجود مقدس حضرت امیر از این منبر امروز شده مثلا جایگاه نشستن و الله ابن زیاد لعنت الله علیه و مرکز نشر فساد و ظلم و تقیانگری و آدم کشی و همچنین خطبه دومی آن حضرت در مرکز یا در قلب در واقع چیه؟ نشر فتنه ها مرکز نشر زلالت و انحراف در شام که هر دوتا را در با حضور عبید الله زیاد و با حضور ابن معاوی لعنت الله علیه ما حضرت ایراد می کند با توجه به کلمات زینبی کرا سلام الله علیه و لحن بیان آن حضرت در کوفه و در شام مثل امام سجاد سلام الله علیه اگر دقت کنیم فرق می کند کلماتشون نحوه یعنی لحن خطبه ای که امام سجاد در کوفه داشته با لحن خطبهش در شام متفاوته هم همچنین زینبی کبرا سلام الله علیه که خود این در واقع نشان دهنده علم آن حضرت و مؤید کلام امام سجاد صلوات الله علیه که حضرت فرمود یا عم انت الحمدلله لله عالمتون یا به حمد عالمتون غیر معلم شما دانایی عالمی که تعلیم ندیدی همونطوری که ارز کردم از افاظات پروردیار عالمه و در شام حضرت لحن متفاوت متفاوته خود یزید رو مخاطب قرار میده نه و الله نه مثلا مردم رو که در کوفه همه ای مردم رو حضرت اول مخاطب کرد یا اهل کوفه یا اهل غدر و مکر اما در اونجا خود یزید را مخاطب قرار میده حضرت چرا چون مردم نمیدانستن مردم از اهل بیت پیغمبر آشنایی نداشتن حضرت در, واق... در ظاهر خودی یزید رو مخاطب قرار میده که میشناخت و در اون قضایا مطرح میکنه حضرت که جد تو کیه تو چکار داری میکنی تو... آسمان و زمین بر ما تنگ کردیم مردان ما را کشتی خونه های ما را ریختیم هر این پیغمبر را اسیر کردی چشمه ها هر انسانی به نوامیس پیغمبر دوخته شد حضرت اینها را بیان کند، در هم خودش را یا اهل بیت پیغمبر را به مردم معرفی می کند، به کسانی که در قصر بوده معرفی می کند که از اونجا در مجلس بزرگی که تشکیل داده شده بود یا حضوری جمعیت آنچنانی که در تاریخ داره جمعیت زیادی بوده معرفی کند و هم در واقع یزید را سرزنش میکنه هم موضع گیری خودشان را بیان میکنه اهداف خودشان را بیان میکنه امام حسین را معرفی میکند پدرش را معرفی میکند لذاست که در اون خطبه حضرت میگه فکت کیدک و اسع سعیه. هر چی مکر داری اجرا کن هر چه قدرت داری به کار بگیر این هم فوال لا حلاتم و ذکرنا ولا تو می تو وحینا به خدا قسم تو نمیتوانی ذکر ما را از قلوب مردم محو کنی تو نمیتونی وحی الهی رو یعنی این چیزی جهانی خدا وعده داده که انت انصر الله ینصرکم ما داریم دین خدا رو یاری میکنیم بس به خدا قسم تو نمیتوانی چون خدا با ماست مانده. کار ما احیای ارزش های دینیه کار ما معرفی مردم به سمت خداست و بردن مردم به سوی خداست امام حسین این کار کرده تمام معایب یزید رو بیان میکنه یبن طلقا فرزند آزاد شده ها بالاخره در با یک شجاعت خاصی یزید رو مورد عطاب قرار میده زینب کبرا سلام الله علیه ها تا اینکه که در کوفه امام سجاد ساکت میکنه و در اونجا خود حضرت بعدم با حمد و سپاس پروردگار عالم که حمد خدایی که اولی های ما را اولی مثل پیغمبر اکرم حضرت امیر و زهرای امام حسن مشتبه سلامات الله علیه مجمعین را با سعادت و ما را با شهادت در واقع اکرام میکنه آخرین ما را با شهادت اکرام میکنه و در واقع اکرام پروردگار عالم که یعنی همون احترام همون عزت همون شکوه و عظمت لذا خطبه اینطوری پایان میبره حضرت با توجه به این دو تا خطبه حضرت این خودش نشان دهنده موقعیت شناسی زمان شناسی مستمع شناسی حضرت که در به نحوه به ما یاد میده که مبلغین دین باید زمان مکان مردم شرایط رو درک کنه و بشناسه و واردی در واقع پیکار دینی شود و امروز که حجمه های مهمی در واقع تبلیغاتی علیه دین را افتاده و با ابزار مختلف مردم ما جوانان ما را در واقع دارن تحریک میکنند به سمت بیدینی و رسالت عظیمی بر عهده ماست که باید امثال در واقع امسال ماهایی که به عنوان طلبه و مبلغان دینیم باید آگاه به زمان و شرایط زمان و مسلح به صلاح علم و صلاح ایمان باید گام برداریم باید با جوانانمون با مؤمنین با دانشگاهیان با مدارس سر داشته باشیم تا رسالتمون را همچون زینب کبری سلام الله علیها ما با اندازه ای توان خودمان بتانیم اجرا بکنیم